دلت خنک شد؟ نگفتم دلم نیست بیای؟ من چه می‌دونستم یارو اینجاست؟ بکشیمه مانود، من به چه زبون میگم؟ من نمیخوام با مامانت چشت تو چشت بشم. تو چطور تا قبل اینکه اینو ببینی راضی بودی؟ میترسی ازش؟ سرت بگیر، ترس. من بترسم از این؟ بابا همه نگرانیم اینه که دم عیدی درگیر دادگاه پاسگاه بشیم، مردی که انگار خون زندگی نداره. خدا پشیمون نشدی که مسعود؟ بابا اون پیرسن سه هفته از تک و تنه افتاده تو خونه. بابا نریم خونه عزیز جون. بابا چجوری بال در بیاریم یا کلوجنی کنیم سرمون غیب شیم؟ برمیگردیم خونه. مسعود پس مامانم چی؟ اصلا تو یه ذره به فکرش هستی؟ چیکار کنه؟ چه خاکی سرش کنه دستنها؟ بابا اون زینت خانم میتونه هواشو داره. زینت خانم؟ خود دخترش منم. من دلم آروم نمیگیره. این بار دو سال تحویلی ما رو دستبند زده نبرن اون کلا داری تو خیالت راحت نمیشه. بریم بابا بریم. چه ساکت صدای داری؟ این تو بار گرفتار نکنی بریم نمیکنی زن بریم بجا بجا بریم تا که میخوای داری؟ آقای آیا کجا تحویل نمیدی؟ تو برای ایدی تو بگیر بعدم جون رو قبچی بنده کفشم. یحیا چیه؟ اومدی خدافزی؟ دمت گرم آقا، دمت گرم. تو الان کجا میخوای بری؟ هیچی، سرگل گفتش که برم رضایت بنده خدا رو بگیرم. اینو تو من اینا رو بگیر ببر کلانتری. ببین دوتاشون نبودن، یکیشون هم امضا نکرد، بقیه همه رسوندم دستشون. بریم آقا. خب یعنی چی؟ یعنی تو جای من برو مرخصی دیگه. چیکار کنم؟ یحیی برو دیگه. میفهمی چی داری میگی؟ مسئولیت داره. بابا از ستاره روی کلات خجالت بکش، مگه حکم داره؟ نه قصه چیو میخوره؟ حل دیگه. اصلا پای من هر اتفاقی افتاد وای میسم جات پست میدم. خوبه؟ اسماعیل ببین اون پرونده تصادف موتورش توقیفه، رضایت شاکی میخواد. راستی اسماعیل آقا دنبالت میگن. بابا کور نیستم که دارم میبینم. سرکار اسماعیل نیکبین نمیدونی که برمیگرده؟ رفت تا جایی برمیگرده. الان دو ماه درگیر این قضیه هم به جان خودت. کاش همون موقع که تو بیمارستان پولیشو داده بودم حسابشو گرفته بودم. الان چی میگه؟ دبه کرده؟ دبه کرده. یک ماهی من میبره میاره، یه منو میبره میاره، آخرم رضایت نداد که نداد. ببین اگه رضایت نده کار دیگه چه؟ نه فیرزن بیچاره اینجوری نیست، یعنی میدونی دلش به حال من سوخت. تو هم ببینی باورت میشه که آدم مردم آزار نیست. اما چیکار کنم، موتور مال داداشمه، گرون قیمت هم هست. نظر دم این سال طویل بیا برو بشم. چقدر دادی بهش؟
بالای سه تا من طلا بهش پول دادم. خودش شاهده، خود پرستارا بودن. تازه داماد گردن شکستش هم بود. گفت من میرم برمیگردم. اما رفت گرفت حاجی حاجی مکه. تازه به جان بچه‌ام زیر زنه خودش مقصره. پیچید جلو. کلوکی هم هست. این به نظر من یه چیز بذار رو پولش خود خلاص کن. ندارم، به خدا ندارم. ببین. آه. اینقدر از باجر آقام قرض کردم چون 17 سال سنگکی نونو با یه سر بازار دارم کار میکنم اما هیچ وقت اینقدر بیابرو نشده بودم و یه پول موتوره چقدره؟ خودش میگه بالا 7-8 تومنه همینجاست 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 خبرشون سر کن با یه خونه کاری داریم؟ منظره طلا رئیسی همینجاست؟ دمت گرمه دیگه یعنی من به شما دروغ میگم؟ بله همینجاست اتفاقی افتاده؟ شما دامادشین؟ نه بابا داماد کی؟ من از دامادش طلب دارم طلا خانوم فامیل نزدیکمونه بهتر از شما نباشه خیلی خانومه طلا کیه؟ همین خانوم رئیسی دیگه خب؟ من با دامادش مشکل دارم دو سه هفته است داره موش و گربه بازی در میاره با من بفهمید آقا ما برای پرونده دیگه اومدیم اینجا نگفتم این خانواده ریگی به کفش دارن یه بار گوش منو برید همین یه رو پیش اینجا بود جدی؟ آره تا منو دید فلنگو بست در رفت حکم جلبش هم دارم اینو بگید اینو بگیر با این آدرس که مال اینجا نیست حکم جلب سیارش هم گرفتم بفرما اینو بگیر ببینم شما چیزی ازش داری؟ گفت می چیزی ازش داری؟ نه اینو بگیر قضیه ما با شما فرق میکنه من یه ماه پیش داستان اینجا پیش اومد آقا اصلا قضیه ما فرق میکنه اینو بگیر بفرمایید آقا بفرمایید 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 آقا امروز هم دوباره من خواب ماندم انگار معلوم نیست بابا کی میره بس سر کار خودم با 30 سال خدمت از جرمانی بازنشسته شدم هزار تا سرباز مثل تو زیر دستم خدمت کردن دست بنده هاست تو چه قله بچه نمیخواد به من قانون یاد بدیم بده اونم برمنده رو خیلی دستت بکش آقا جان این اثر مرد آقا جان این اثر مردم قرن تو کیش خیابون را بیافتن به هر بازنشسته نشون بدم حالا این نگاهی بنداز تو هم میدونی اگه خیلی زیاد حرف بزنی برمیگردم کلانتری اون وقت میمونی اینجا بعد تنهایی رضایت بگیری چش ولی انصافا سرگل رضایی حرف نداره مسئول پاسگاه شمیرزاده میگم اینو فرستاد همراه من که بره رضایت من از خانم رئیسی بگیره شما چرا انقدر حرف میزنی نیازی نیست به ایشون توضیح بدین یه کاری نکن بیام کلانتری یه اضافه خدمت چرمون نرم بستن رد کنن و جلوی مرخصیاتو بگیرن آقا جون شما خیلی لطف میکنی اسمم که اسماعیل نیکبینه رئیس اون کلانتری هم که میشناسی سرگرد اکبر رضایی بفرمایید آقا جون بفرمایید چیزی بگم بعد نمیگردی کلانتری بگو زن خرابه اینو داری الان میگی خانم رئیسی چی فیام
خراب کنه. آج خانم. آج خانم. آج خانم. یالا. یالا. آخرین بار کی اومدی به سر بزنی؟ تقریبا یه ماه پیش. آخه موقع اینجا اینجوری نبود که. حالا کجا هست؟ یار سپاس. بالاخره اومدی قاتل. من نمیفهمم. من بعد اون وقت مثل سگ پاسوخته به دوام این ور بندام اون ور. من باباشو نمیدونم این وسط چیه موه دماغ چی میگه. مطمئنن چیه چته تو؟ سلام جان. میخواستم بپرسم این اسماعیل نیکبین که رفته اصلا ولش کن. شما چیزی میگفتین؟ ده مطمئنی حکم جلب منم گرفتن؟ نمیدونم. از کجا میدونی امضای پشت چکم جلب داره؟ یعنی چی؟ یعنی من حق ندارم برم مادرم رو ببینم؟ همه این بدبختی زیر سر مامانت ها. اگه رفتی دیگه رفتی دیگه به درد من نمیخور. رضایتی چی بدم پسر جان؟ خودت حال روز منو داری میبینی. تو جای من بودی رضایت میدادی؟ نگفتم. بفرما. میدونم چی داری میگی مادر من. من میگم این بدبخت بنده خدا چه گناهی داره؟ پول دوا درمون دو دستی داده. آقا ندادی؟ چرا از من میپرسی؟ خب از خود مادر ندادم. ندادم. خب الانم این امضا تشریفات پرونده بسته شه. بذار موتورش آزاد شه بره پی کارش مادر من. نه. لا اله الا الله. دبه در نیار مادر جان. خوب همه عالم مادم شایدن خودت مقصر. صدا تو بیار پای مرد حسابی. من که صدام بردم بالا. انگار یه چیزی هم بدهکار شدیم. دو ماه آزگار نتونستم قدم از قدم بردارم. میمردی تو که با بیای بپرسی مردی زنده ای؟ چرا حالیت نیست؟ خودم رسوندمت بیمارستان. خودم زنگ زدم به اون داماد دزد کلاش و کلا بردارت. اونو کشوندمش دم در بیمارستان. پول بی زبون دو دستی دادم کف دسته. تو مسلمونی؟ تو انصاف داری؟ ساکت دیگه. دیگه بابا ساکت 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 ساکت. همتون عین همین. همتون دستتون تو یک کاسه است. ببین زیادی حرف بزنی برمیگردم میرم کلانتری ها. خب برو. مگه تا حالا برام چی کار کردی؟ بیا برو. باش خانم با اجازهتون. اصلا داد میزنه همه همسایه‌ها اینا بچسن. اینا چه کلا برداریه؟ ای خناس، ای هوا بیا بری بس دیگه زد نکن دیگه. خوشی نشه. باش خانم. باش خانم. خانم رئیس. قرص چی؟ خانم رئیس. خانم رئیس. کشتی ساعت شدی نه؟ من کشتمه. چه شده بکن؟ قرص بخور بخور. باش خانم. خانم رئیس. خانم رئیس. مادر چه شده بکن؟ چه شده بکن؟ خانم رئیس. وای همینه میخواستی جانی؟ من به گور مرده و زندم بخندم. خانم رئیس. چه شده بکن؟ مادر جان. آه بده بخوره. خانم رئیس. خانم رئیس. نوک چند وقت اینجا هست؟ خانم رئیس. خانم رئیس. تو رو خدا چه شده بکن؟ ببین سر به سرش نمیذاری ها؟ باشه بابا. خانم رئیس. خانم رئیس. آقا اسفندیار. بله بله اومدم. بله
برنامه نوبهار رو تقدیمتون میکنیم از صدای مرکز سمنان. ازتون پرسیدیم که اگه بخواین شما توی صفحه اول 50 روز پیش پامو عمل کردم، 5 روز بیمارستان خوابیدم. وقتی اومدم خونه دخترم مولود کارامو راست و ریست میکرد، ولی شوهرش طلبکارانه از من خواسته ای داشت که من زیر بار نرفتم. چون بدهکاری بالا آورده بود خونهشون رو عوض کردن، آدرس خونه جدیدشون هم ندارم. قرار بود زینت خانوم برام بگیره که اونم رفت دنبال کار خودش. این آقای هست جلوی در؟ آه اون هوشنگی طلبکارشه، این گداهای سامره. 3 هفته است از خروز خون میاد تو کوچه، وای میسه که اینا بیان بگیرد. چرا دخترت نمیاد خوب؟ از بس که ساده است مادر، به خاطر سادگی و خوشقلبیش واسه خاطر شوهرش رفته پشت چکو امضا کرده. اون وقت هوشنگی نگذاشته نورداشته رفته حکم جلب گرفته. چرا؟ برای این که مسعود رو اذیت کنه. دخترم هم از ترسش اینجا آفتابی نمیشه. من مسعود رو میشناسم، هم دومادمه هم خواهرزادمه. خداییش مسعود بچه بدی نیست، ولی مادر آنچه شیران را کند رو به مزاج، احتیاج از احتیاج از احتیاج. والا آج خانم، جایی که شما میگین دامادی که من دیدم دامادتون همچون شیر شیرم نبود. آقای اسفندیار، شیر اگه نبود روبا هم نبود. اون بدبخت و سرشو کلا گذاشتن. مادر 10 روز پیش تو خونه خوردم زمین، الان زمینگیر شدم. ببخشید اگه درد بذاره فقط بتونم تا دست به آب برم. بعد دخترت کسی نیومد بهت سر بزنه؟ چرا، زینت خانم اومد، همسایه قدیمیمون، خدا خیرش بده الهی. ولی خب اونم دخترش پا به ما بود تهران، بهش خبر دادن که قرار بچه زودتر به دنیا بیاد، اونم گذاشت و رفت. 1 هفته است. تلفنتون قطعه. به نظرم تلفن پیرزنها رو نباید قطع کنم. شما این لطفی کن نظر نده. یه قرصایی بود برای درد بود، اونا رو که میخوردم میتونستم یه خورده راه برم. الان 1 هفته است تموم شده، وقتی میخوام پاشم و این کار میخ میکنن تو استخونم. آقای اسفندیار یه لحظه بیا. میدونی باید چیکار کنی؟ من اصلا چیزی میدونم، ولی من میدونم اگه میخوای خلاص شی همین الان میجنبی. شما که چیزی نخوردی مگه؟ نه تابلوه که شما مگه قرار نبود دازم میدی؟ یه لحظه بیا.
شدی ها؟ سرتون هم کلا گذاشته نه خودش که نه دامادش خودش که انصافاً زن خیلی خانومیه خوبش ارادت داری بی خیالش نمیشی داماد کلاشش دو ماه پیش 4 میلیون تومن پول از من گرفته یه چک یه ماهه داده پشت گوشتو دیدی اون پول منو دیدی بهش بگو آدرس جدیدشو بده من از اینجا میرم آدرس نداره بهش ناباور نکن منم اگه دامادشو ببینم کارم را میافته بالای 3 تومن ازش طلب دارم چک ازش داری؟ نه یه ماه پیش با موتور زدم پای مادر زنشو شکوندم پول بالای اون دادم رضایت نمیده پس اوزاد واقعا بیریخته داغون داغون البته از خیر پولم گذشتم و فقط اگه پیر زنه پیر زنه چیه؟ طلا خانوم همون طلا خانوم اگه طلا خانوم قبول کنه رضایت بده که موتور داداشم آزاد بشه کارم حل من که شاکیم و حکم دارم دستم به جایی بند نیست وای به حال تو تازه زنشم پشت چکو امضا کرده یعنی پای زنشم گیره نه بابا قاضی فقط حکم جلب داماده رو داده آو. کمک هم میکنیم عمرن من پامو تو این خونه نمیذارم تو رسم فامیلی ممکنه یه دفعه طلا خانومو ببینم و میترسم دلم بلغزه و یه تصمیم دیگه ای بگیرم میدونستم ازت آبی گرم نمیشه جان 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 بله بله نه انشالله دیگه حل میشه پری جان نگران نباش بله بله خودشم اینجاست با شخصیت با فرهنگ با وقار با از هر چی بگم کم گفت چند کنم نه یک دویست دقیقه دیگه انشالله میام من نه ماشاءالله میبینی دو تا گوشی هم داره مال اینترنته خب از خانم اگه اجازه بدین ما یکی یواش یواش رفع زحمت کنیم اختیار دارین اجازه ما هم دست شماست خیلی بهتون زحمت داده نه خواهش میکنم یعنی الان دیگه همه چی حله مشکلی نیست نه چه مشکلی خب سرکار چه معطلی بیا سریع بنویس رضایت بده بره پی کارش دیگه رضایت چی حرف رضایت زد مگه الان خودت نگفتی حل دیگه مشکلی نیست خب حل دیگه ما بریم دیگه نه حرف نزن چرا اذیت میکنی یک ساعت ما رو گذاشتی سر کار از صبح تلا اینو بخر اونو بخر میوه بخر دارو بخر پول قبض رو بده فیش رو ببر بده یعنی چی؟ باز برگشتیم سر خونه اول خب اگه اینجوری حرف آخرم اول بگو مشکل من اینه اصلا کی حرف پول زد؟ من اگه الان رضایت بدم جفتتون پا میشین ول میکنین میرین اون وقت من میمونم و تنهایی میرین اصلا سیویل گرو بذارم صبح به صبح بیام به سر بذارم خوبه؟ اه مثل اون دفعه که گذاشتی رفتی نیومدی؟ اون که مال یک ماه پیش بود یک ماه و 8 روز اصلا بلکن بابا بلکن میدونستم رضایت بده نیستی پاشو سرکار خر ما از کردگی دم نداشت پاشو بیا برو سر پست سرکارت ما هم بریم به سالن اون برسیم فقط یه چیزی بهت بگم آج خانم این پولا خوردن نداره وای چقدر تو جوشی هستی بچه جون مگه به جای شیر آب لیمو بهت دادن بخاطر اینکه اصلا مسا بازار نداشتی یعنی چی گوش کن به من مادر جان اگه میخوای به این بنده خدا رضایت بدی چی میخوای ببین اسمت چی بود اسماعیل جان قربونت برم تو به جای من میتونم تو این شرایط از پس کارهای خودم بر بیام اصلا میتونم بدون پرستار کارهای خودم رو انجام بدم آره اصلا میخواین آقا ازت پرستاری کنه چی داریم با هم دیگه میدوزین و میبرین مگه من پرستارم پرستار اصلا میدونی چیه من یه مقدار دیر برسم سر تاغار تمام خمیرات تار شده تو که گفتی پیشکارم خب حالا هرچی ببین آقا اسفندیار تو خیلی واسه من زحمت کشتی دستت هم درد نکنه ولی یه خواهش دیگه دارم که باید برام انجام بدی رضایتت هم رو چشم خب چی کاری؟ دخترم رو ورداری بیاری اینجا همین خب این کاری نداره که کاری نداره پس چیه پیر مرد الان چند روز اونجا آماده باش واسداده تازه اگه اینجوری بود که دخترش راحت میومد راست میگه خب حکم جلب دوماد تو داره خب حکم جلب دومادمو داره دخترمو که نداره پس دخترمو نوامو بیار خب راجب زن چیزی نگفت دخترش پشت چک امضا کرده اما قاضی حکم جلب دامادشو داده خب پس دخترم میتونه بیاد خب اگه قبول نکرد چی؟ ای دیگه نفوس بد نزن کار 2 ساعته برو زود بیا آدرس ببین من حواس درست حسابی ندارم از همین هوشنگی در بدر شده آدرس بگی چی میگی؟ هوشنگی که اگه آدرسشو داشت میرفت دستگیرشو میکرد آه یه کاری کن برو خونه قبلیشون صاحب خونهش طبقه بالا میشینه اسمش هم عزیز آقاست بگو من طلا خانم فرستاده بهت آدرس میده خب به موبایلش زنگ بزنی نه بابا موبایلشون به خاطر طلبکارا خاموش هر دوتا برو خیر ببینی ایشال
ایشالا که پیداش میکنی. باش، بنابر خدا. آقای اسفندیار. بله. قبض رو پرداخت کردی؟ آره بابا. بیا، اینم پیشش. آخه تلفن هنوز قطعه، بعد میخوام زنگ بزنم به کلانتری، نمیدونم بعد چی کار کنم. دمت گرم داداش، بیا. پیشت باشه. من نمیری پیش دخترش. چرا؟ این گوشی هست. فقط کسی با من کار داره بگو با این خطم تماس بگیره. خیلی با مرامون. فدای تو. الو. هنوز همون دور و براست؟ بابا اسماعیلم. باشه 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 دوباره زنگ. آدرس خونه قبلی دامادشو بده. برس دادن از این خودسی ها. اما من بهت میدم. چرا؟ 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 چون هیچکی آدرس جهیشو نمیدونه. حتی به منم نگفت. ای بابا. به نظر من خودتو علاف نکن. آخه موتور داداشم تو قیفه. به نظر من اگه واسه داداشت یه موتور جدید بخری خیالت راحت تره. اگه اینجوری تو چرا از حولت نمیگذری؟ طلب من 4 میلیونه. قیمت موتور داداشم 8 میلیونه. اوه اوه. بیا. این هم آدرس خونه قبلیشه، هم بونگایی که اونجا شاگردی میکرده. میگم آدرسشو از تلفنم گرفتم. مسینگروز برای نشناخته، نمیدونه با کی طرفه. به من میگن اسفندیار. ببینیم و تعریف کنیم. اگه گرفتیش یه شیرنی خوب پلومن داری. اگه آدرسشو داری چرا خودت نمیری؟ صابخونه و همسایه هاش منو میشناسن، اما تو رو نمیشناسن. شاید آدرس رو بهت بدم. فقط یادت باشه رفتی پلو اونا آدرس خواستی، نگی کلا برداری کرده. گیرش بیارم دو شقش میکنم. حالا دو شقش نکن، ورش دار بیار اینجا دو شقش بکن. منم اینجا میشینم منتظر میمونم، شاید این برا پیداش بشه. آره باسی شماره شماره تلفن ده بده. 0912 0912 0912 254. سرکار شماره ای از اسماعیل ندارین؟ من ندارم. پدر جان. اینجا هتل که نیست که. تلفن ممنوعه، موبایل ممنوع. میدونم. هیچ جوری نمیشه باش تماس گرفت. حالا این پرونده شاکی رو ورداشته برده و اینه وسطون یه کاری میکردم. رامه. خب شماره اسفندیار مدیر از رو فرم توقیف موتورش بگیر بهش بده دیگه. اون اسماعیل با همه. خب. راست میگه. یه لحظه بیستید من اومد. دست درد نکنه. ولیزاده. ولیزاده. پدرم اسماعیل چاکرتم. جان نه اسماعیل پیش من نیست. پیش اون یکی خطمه. بله بله یادداشت کن. 0912 231. اسماعیل پسرم موبایل میشه جواب بدید؟ باشه کدوم بزنم؟ دکمه وسطیه. الو سلام علیکم. بفرمایید. شما؟ سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ سلامتید؟ خانواده خوبن؟ ممنون به لطف شما. ماشالله ماشالله به این پسری که تربیت کردید. اگه بدونین چه جور داره به من خدمت میکنه، ایشالله که دومادش بکنی. بله 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 همینجاست. گوشی خدمتتون میدم باهاتون صحبت کنی. اسماعیل جان بابات. چی شد؟ چرا باش حرف نزدی؟ دختر گلم برم این گوشواراشو عوض کنم. خب یه مدل جدیدتر و خوشگلترشو برات بگیرم. باشه مامان. مثل از اونایی که ریحان داره؟ آره قربونت برم، از اونم خوشگلترشو میگیرم برات. اوه اوه دردت اومد؟ اون گوشت هم بیار مامان. بیا اینجا بابا. بابایی دیگه هیچ وقت اجازه نده کسی گوشواراتو دراره. خب قربونت برم. اینجا بابا. ای جانم. خوشگل خانم.
خودته یه نواد در بیاد خود؟ یعنی هیچ خبری ازش ندارین؟ نه راستش تلفنی، آدرسی، نشونی، یعنی هیچی به هیچی؟ نه یه ما بیشتره، اونا عجله داشتن، ما هم عجله داشتن، اصلا نفهمیدیم چی شد. خب مادر زنش گفت نشونیشو از شما بگیرم. اون چه مادریه، نمیدونه دخترش و نوش کجا میشینن؟ جریانش مفصله، از همسایه بپرسن بهم میگن. صاحب اختیاری بیاین تو بچه ها، بیاین تو، سرما میخوریم، بیاین تو. کی بود؟ اومده بود دنبال مسعود، گمونم طلبکار. خب به ما چه؟ تو که آدرس رو میدونی، بهش میگفتی دیگه، چرا ما دروغگو بشیم؟ یه چیزی میگی تو، اما قسم خوردم آدرسشو ندن دیگه. الو، الو اسماعیل، الو من صدا تو ندارم. ها؟ نه دیگه ندیدمش. بابا من یه کاغذ رفته باشه لای پرونده گم شده باشه. چی داری میگی باز خودت؟ الو، داری چی کار میکنی آقا؟ الو بابا، تو این شلوغی انداختی رفتی، همه چیزو گردنم انداختی. الو، ندیدمش آقا، ندیدمش، بابا تو ندیدم. اصلا باور نمی کنی، ببین که نیست دیگه. داری چی کار میکنی آقا اون تو؟ تو هم بیانش همش کن، برده ببر بابا. اه من باید برم مادر. کجا مادر؟ باید برم کلانتری، یک کاری دارم، برمیگردم. باشو برو، خیلی به زحمت دادم. راستی به اسفندیار بگین گوشیشو گذاشتم رو تلویزیون، اگه اومد بگین جایی نره تا زود میام. کجا سلامتی سرکار؟ برمیگردم کلانتری. چرا به این زودی؟ بودی حالا؟ شما به جای ما. میخوام ببینم درست بود؟ این برنامه مرخصی تو، ها؟ درست فهمیدم؟ پس چی میپرسی؟ میخوام آماده باش باشی. احتمال زیاد نیم ساعت یه ساعت دیگه همینجا کارت داری. خدافظ. به سلامت. شد مادر؟ میتونم اینجا بمونم؟ چیزی شده؟ نمیدونم.
حاج آقا اجازه است؟ بفرما. بفرمایید گلوتون رو تازه کن. ممنون حاج آقا، شما خیلی بزرگوارید. تا رو خود از دست من ناراحت نشین. نه بابا، این حرفا چیه؟ دست رو درد نکنه. تونستیم باش حرف بزنی؟ نه هنوز نه. اسماعیل خیلی دوستتون داره، خیلی ازتون تعریف میکنه. نمیخواد دروغ بگی. دوستتون نداره؟ چرا با بابات حرف نمیزنی؟ چی؟ میگم چرا با بابات حرف نمیزنی؟ کی افته؟ پام شکسته، کور که نشدم. خودم دیدم که تلفن رو روش قطع کردی، هرچی هم زنگ زد جواب رو نده. ازش دلخوری؟ سر چی دلخوری؟ یعنی ما دیگه به در گوش دادنم نمیخوری؟ ای روزگار. میگن گرگ تا وقتی بچه هاش 2 ساله نشدن برای مراقبت از اونا تا پای جونش میجنگه، اما همون گرگ وقتی بچه هاش بزرگتر میشن به اونا حمله میکنه تا حدی که اگه بمونن کشته میشن. میدونی واسه چی؟ واسه این که ازش دل بکنن و برن مستقل زندگی کنن. منم یه پدرم، منم میخواستم کمکش کنم تا راه جدا از خانواده زندگی کردن رو یاد بگیره. واسه همین نذاشتم از سهمیه جانبازی من واسه معافیتش استفاده کنه. اما حالا از من فراریه. آخه چرا من؟ 2 سال عقب بیفتم واسه چی؟ خودشون بریدن، دوختن، آخرش هم اسماعیل بدبخت قربونی شد. عیبی نداره، انشالله وقتی پدر شد میفهمه که من بهش بدی نکردم. یه چایی دیگه میل داریم براتون بیارم؟ نه خیلی ممنون حاج آقا. من باید برم کلانتری، هر کاری داشتین منو جای اسماعیل بدونید. حتما، ممنونم ازت، دستت درد نکنه. با اجازتون. خواهش. دیدمش حتما باش حرف میزنم. خیالتون راحت باشه. پس برای همین اومدی اینجا؟ شرمندم به خدا. نگران نباش مادر، اینجوری هم نمیمونه. دارم به خودم حلش میکنم. ببین پسر من، هیچ پدر مادری بد بچه‌شو نمیخواد. همین خود من الان 3 هفته است مولود بهم سر نزده، ولی دلم پیششه. بگم اونم اسفندیار با شاکی دومادت قول و قرار گذاشته. از کجا اینو میگی؟ آخه هوشنگی یه جوری حرف میزد که انگار داره به نتیجه میرسه. آجی، بونگو تعطیله؟ بله رفتم آجی. خب باز نمی کنن؟ فکر نکنم دیگه، چند دقیقه دید به سال طویل نمونده. اسماعیل پسر بیا. خدا رو شکر قرصاتون اثر کرد. آره خیلی بهترم. ببین یه فکری دارم، از چایی چیزی مونده؟ گمونم. چطور مگه؟ جواب بابا تو بده، گناه داره. بابام نیست، نوشته خودم. خودم؟ اسفندیاره. آقا اسفندیار. الو الو، گوشید بده به تلا خانم. الو آج خانم، ما رو دم سال طویل آواره کوچه خیابون کردی رفت دیگه. صابخونه میگه آدرس جدید ازش ندارم. گفتی که از طرف طلا خانم اومدم؟ اسمشو بردی که حرفتو باور کنه؟ ببین بعدت نیادا، خنگی از خودته. یه بار دیگه برو اونجا. آره برو. بگیرین طلاها رو مسعود، تقریبا 20 گرمه.
من امروز باید سال تحویل با مادرم باشم. ببر اینا رو بده به هوشنگی. کمه اینا. چه میدونم، بگو بقیه‌اش هم جور میکنیم. کوتاه نمیاد بابا. موتورت هم هست. اون وسیله زیر پامونا. اونو بفروشیم چجوری میخوایم نون در بیاریم؟ نیست که تا حالا باش گونی گونی پول دروردی. باز شروع کردی. من گوشواره گوشون بچه‌مو دروردم. سه هفته است اون پیرزنو ول کردم برامون همسایه‌ها. اون وقت تو ازین سزین لکنته بگذری. صدا تو بیار پایین مولود. صدا تو بیار پایین. نمیارم. کو پول؟ چه پولی دروردی؟ هی داری فقط دور خودمون میچرخیم، هنوزم هشتمون گروه نهمونه. من احمقو بگو خودم انداختم وسط. به جای اینکه این همه رو مخم بری شده یه بار به این مادرت بگی این چه وضعیه واسه اون درست کردی؟ به مادرم چه ربطی داره؟ تو داری زور میگی. آقا جان خونه شوهرشه، یادگاریشه، نمیخواد بفروشه. صد بار بگو بیا تو هم خونه زندگی کنی. تو اون خونه؟ ما تو اون خونه بریم؟ تو اون خونه؟ چشه؟ سقفش داره میریزه؟ از این آلاخون وال خونه در به دری ما که خیلی بهتره. اصلا منطق پندق سرت نمیشه بابا. آقای منطقی، تو اگه راست میگی به جای اینکه قمبرک بزنی فرار کنی برو جواب یارو رو بده. تو اگه مرد بودی فکرش هم نمیکردی من پشت چکتو امضا کنم. تو هم خودتو بعد بخیادی هم منو. بس کن بس کن. زبون به دهن بگیر. بس میکنی یا نه؟ یه قرون از اون پولو خرج خودم کردم. همه رو آوردم ریختم تو همین خونه. تو بخیل جواب من آقا یه چیزا بدهکار شدیم. بس کن دیگه. برم کن بابا. پدر مادر وردی تو. چه کار داری؟ بابات خونه نیست؟ بابا تو اینجا چی کار میکنی؟ بود پایین، بود پایین منه، بود پایین. من همونم. بله دارم میبینم. منم طلاق خانم فرستاده. خب به سلامتی. ببین اگه آدرس چیزی از مسعود اکبری داری بده ما بریم پی کارمون. گفتم که ندارم. مگه شما عزیز آقا نیستی؟ درست اومدی خودشه. سلام خانم. خانم منم خانم طلاق خانم فرستاده. اگه باور نمی کنی این گوشی باش صحبت بکن. نه نیازی نیست یادداشت کنی. خدا هم واده تو بیامرزه. من قسم خوردم. تو قسم خوردی نه من. خیابان گلگشت، کوچه یاسمن، پلاک 89. اگه مامان خودت بود خودتو به آب آتیش میزدی. اما چون مامان من عین خیالت نیست تصادف کرد مرد به جهنم. تو فقط چشت دنبال مال و ملالشه. چقدر اون مال و ملال داره؟ فلنگ لنگ همون به قول خودت خونه خرابه ای. مسعود به خود خسته شدم از این موش قربه بازی ها. نیست که من خوش خوشون نمه داره بهم خوش میگذره؟ این وضعی که تو واسه ما درست کردی. ماما صرف رفتی نمیچینیم. چرا ماما میچینیم؟ نه خیر نمیچینیم. این خونه عید نداره. خونه ای که توش طلبکار بده کارا عید نداره. این خونه ای که توش آل خون بالا خونه عید نداره. ما عید نداریم. سلام از بنده. مرد حسابی خجالت نمیکشی تو خونه مردم سرک میکشی؟ دمت گرمه دیگه. سرک چیه؟ مسعود دروا کن. از طرف مادرزنت پیغام آوردم طلاق خانم. آخه چی میخوای از جون من؟ ندارم برادر من، ندارم. جان مادرم برای طلبم نیومدم. مسعود دروا کن. مسعود سلام آقا خانم. بگو دروا کنه. باز کن درو مسعود. مسعود اکبری. بعید میدونم بیاد تو. این خوبه؟ آره خوبه. ماشاءالله یه جیر جلوی در جا خوش کرده که جام نمیخوره. بهش میگم بیاد تو، میگه اگه بیام جواب دلمو چی بدم. یعنی چی این هفته علی خانم؟ طلا خانم با شما اما غریبه نیست. فامیل منو مسعوده. فامیل گوشتمو بخورن استخونمو دور نمیندازن. اینا که میدونم، من دارم جریان دلش رو ازتون میپرسم. استغفرالله. کوتا بیا بچه جان. طلا خانم من همه سرهای زندگیمو بهتون گفتم. آم بیا تو جای پسر من میمونی. تا حالا سه دفعه بهش جواب ندادم. ازتون خواستگاری کرده؟
پس مسعود بهونه کرده ایم یک جلو در خونتون. اتفاقا به خاطر همین بهش جواب ندادم، بهش گفتم همه زندگیت پوله. این چیه؟ نترس نمیکشمش، فقط رفتی بیرون دم در اصرار کن که بیاد تو. برو ببینم چی کار میکنی. باشم جان، تا مواظب گوشیم باش خواهمون. آقا ببخشی تو رو خدا شرمنده. اشکال نداره، زدی دیگه، از چاپ گرفت بر بیمارستان. چی؟ بیمارستان بخیه بخیه بخیه. نه بابا چیزی نیست، یه ریز زخمه. مگه زینت خانم بهش سر نمیزنه؟ کجای کارین شما؟ یه هفته از رفته تهران. ای خدا مرگم، هی میگم دلم داره شور میزنه. کجا؟ تا حالا دلم به زینت خانم قرص بود. میای بیا نمیای نیا. بسومه پاش بریم مامان. پاشو پاشو. ماهی ماهی. ماهی تمام میگیرم. بیا بریم. بودو بودو. گوشیم گوشیم. کجا میری مولود؟ مولود؟ خب مادرش خب. یعنی هیچ کی بهش سر نمیزنه؟ چه؟ مامان کجا میری؟ بریم عجله داریم. بودو بودو برو دیگه مادر، برو کنه برو کنه برو کنه برو کنه نه نه برو 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 بودو بودو. تاکسی تاکسی بایسا بایسا بفرمون. رفتم قرصاشو گرفتم، یه مدار خرت و پرتم قرص براش خریدم. نباید بهمون خود ولش میکردیم. دمت گرم آقا، اگر 2 سال به حرف ما گوش میکرد الان حال روزمون این نبود. چه حرفی؟ بهش میگم اون خونه رو بفروش بریم یه خونه بهتر بگیریم با هم زندگی کنیم. قبول نمیکنه با شما زندگی کنه؟ بابا از خداشه. خب چی؟ میگه شما بیاین اونجا پیش من زندگی کنیم. آخه من با چه جرأتی دست زن و بچه‌ام بگیرم ببرم تو اون خونه که معلوم نیست الان سقفش میریزه سرمون یا 2 دقیقه دیگه. مرگ و زندگی دست خداست. میگه یادگار شوهر مرحومم نمیفروشمش. خب حقم داره. ببین الان زنت ول کرده رفته، تو اینجا برای دل من خوبیدی. مسعود یه چیز بگم ناراحت نمیشی؟ نه جون مادر. نه بگو. جون مادره. نه خیلی پول روی. به به چایی دلا خانوم همیشه یه طعم دیگه میده. من دمش کردم. اه؟ اتفاقا مزید چایی طلا خانوم میده. شما فرض کن چایی طلا خانوم نشه جان کن. الو سلام اسفندیاره. خوش خبر باشی سیدی. بابا تو کارت درسته. یواشتر یواشتر با حرف بزن. تو دیگه کی هستی؟ تو بیارش من ماشین رو جا به جا میکنم. باشه زیرنیت تو هم سر جاشه. تو بیارش. باشه خنده ریز بده. بابا مسعود میگم چرا پولیش نمیدی قال قضیه بخوابه؟ بابا 4 تومن و هوشنگی رو همه رو دادم بابت پول پیش این خونه. 3 تومن شما هم که هزینه بیمارستان شد رفت پیکارش. من موندم و 2 تا گوشام. ای بابا پیر زنه رو که نمیشه بهمون خدا ول کرد. بابا من هوشنگی رو چیکارش کنم آخه؟ بابا هوشنگی با من دکش کردم رفت. بابا شما چقدر ساده ای. زنش که خیلی وقت مرده، بچه هاش هم ولش کردن رفتن به امون خدا. بابا جول پراسش از زور تنهایی جمع کرده اومده همش کنجا فلاسه. بابا میگم سربازه رو فرستادم خامش کرد فرستادمش رفت. من که نمیخوام دمه ایگه ایگه تو خراب بکنم. ساده اینجا خب دیگه چی گفت؟ گفته شاره اگر آن بزنیم پاهم توی خونه نمیذاره. چرا میخندی؟ هیچی خدا بزرگه بسرم.
اومدن؟ یا الله سلام جناب سرای، خوش اومدین. سلام علیکم. ببخشید. حالا خانم وجدانم چی به خورده این دادی؟ روغن بادوم شیرین، مسهله. یخ برامده سرش نیاد. نه ترس، عوض شکم کارمون روونتر میشه. این دوماد حقباز چرا خودشو نشون نمیده دله خانوم؟ رسم فامیلی اینه که گوش فامیلو بباره و فرار. خود شما چی جناب سرهنگ؟ رسم چه که فامیلتو بندازی زندون؟ سروان! چی؟ من سرهنگ نیستم. فرقش چی؟ قپه سروانا تو خالی بر سرهنگو تو پا. حالا تو پر و تو خالی چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که شما بزرگ مایی. اختیار دارید. مگه کارتون گیر باشه یاد ما بیافتین؟ خوردین به خنست و گفتین خوبه این پیره مرده که هست. روی کپ پولم که خوابیده. پول چرک کف دست جناب سرهنگ. طلا خانوم، اون پول اعمال آب مروارید چشمم بود که دومادت برد و خورد و یه آبم رو. اینجوری هم نیست جناب سرهنگ، دستش تنگه. اگه ذاتش اینجوری بود بهش دختر نمیدادم. شما که روستر کجا دارید؟ ولی طلا خانوم، چشم منو پول درست میکنه. پولت حاضره جناب سرهنگ. کو؟ ببین جناب سرهنگ، من 40-50 ساله تو این فامیلم. تا حالا از من دروغ شنیدی؟ نه والا. همه فامیل میدونن من از اصل افتادم. از اصل نه افتادم. یادت رفته خواستگاری پسر خودت جلوی زن خدا بیامرزت گفتی هر چی طلا خانوم بگه من چشم بسته قبول میکنم. خب ببین حالا اون نیز خداش که هست. یا اون دعوات با باجناقت یادته؟ یه دقیقه دیگه واسم بده کارم میشه. نه جناب سرهنگ، ما هر چی داریم از دولتی سر شما داریم. فرستادم دنبال دخترم بیاد این قضیه رو یه جوری حلش کنیم بره پی کارش. ببخشید طلا خانم، طرف حساب من دخترتون نیست. شما عزیز مایی، بزرگ مایی، ولی بده تا بیان اونجا وایسیم. بفرمایین بالا. ولی قربون دستت، قبل از اینکه بیای بالا کمک کن با اسماعیل اون آشغالا رو جمع کنیم. این برگه مرخصیشه، اینم نشونی جایی که رفته، زیاد دور نیست. نوکرم دروغ میدیسته شما باشه. خب جوون بودم با اگه باورت نمیشه هر رضایی بپرد. متهمی التماس میکرد. هر رضایی حتی من میپرسم. هم بایی سال بود اینقدر نخندیده بودم. چند وقت خدمتی؟ الان رفتم تو شیش ماه. من که 30 سال خدمت کردم مثل برق و باد گذشت. میخوای سفارش تو برسایی بکنم؟ نه با بنده خدا راه میاد. بو چیه؟ درده بگی؟ چه عطری قرمه سبزیه طلا خانوم. یادم هست زنت میگفت خیلی دوست داری. الحق که کدبانوی، چی کار میکنی که اینقدر خوش عطر و بو میشه؟ حالا این تازه اولشه. از تو اون گنجه اون شنبلیله خوشکو به من بده تا بهت بگم قرمه سبزی بوش چجوریه. چش چه کدوم یکی؟ سفونی. بفرمایید طلا خانم. میخوام یه دو تا پرسیرم توش بریزم. دوست داری که؟ ماشاءالله از هر انگشتتون یه هنر میریزه. اون خدا بیامرزم همینجوری درست میکرد. آره
خدا بیامرزه انبات همه رو. زنم که مرد انگار منم مردم. 14 سال طلاق خانم، 14 سال کم نیست. تک و تنها. یه وقتایی تو خونه که هستم میگم اگه یه دقیقه دیگه بمونم دیوونه میشم. بچه ها رو نباید میفرستدی خارج. چی کارشون میکردم؟ اونام زندگی خودشون رو دارن. نمیتونستم بهشون بگم نرم. 14 سال نه خوشی، نه زندگی، نه عیدی. فامیلم که انگار نه انگار هر کسی سرش به کار خودش گرم بود. نه حالی از من پرسیدن، نه احوالی. نمیدم بگم زنت مرده، بلدی با دوتا دونه تخم مرغ نمیره درست کنی؟ باورت نمیشه طلاق خانم. 3 سال اول نونه پنیر میخوردم، نونه گوجه فرنگی میخوردم. حال و روز منم بهتر از این نبود. خیال میکنی بعد از رفتن پدر خدا بیامرز مولود من چیکار کردم؟ ای بابا، هممون همینطوریم جناب سرهنگ. سالا بود که کسی به من نگفته بود جناب سرهنگ. حالا تازه دارم بوی بهار رو میفهمم، بوی عید رو حس میکنم. بعد 14 سال تازه شکم من مثل آدمی زاد کار میکنه. ببخشید تلو خواهد. یعنی بعد اون خدا بیامرز هیچ پیش نیمد؟ چطوری بگم؟ خب خیلی سخته تنهایی. میدونی که چی میگم که؟ خدا مرگم بده. پس چطوری تو چش دوما دو دخترم نگاه میکردم؟ اون سنگو بپا. اینه میگی؟ آره آره. چش خب خودت گفتی زنده زندگی میخواد دیگه. خودت چی جناب سرهنگ؟ لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمیبره؟ خیلی تمیز شد اینجا. بله. تل خانم خیلی وقت منتظرتونه. بیا
از این بابا هم خیال راحت بشه. مال مردم خور نیست. میدونم نگران باشه. یا بابا جا چرا میترسی؟ ای بابا میگم خبر نیست. بیا دیگه. بیا بفرما. یا الله یا الله یا الله. برو دیگه. برمی کاری نداره که بابا با تو کاری نداره که برای پرونده من اومده. بیا شبه ایدی گرفتارمون نه بابا. آقا مسعود آقا اسماعیل میکوین خوبین؟ ببخشید آقا یه لحظه. بوشنگی که تو از چی تو سرت چرا اینجوریه؟ چیز خاصی نیست بعدم بهت میگم. آقا بوشنگی آقا بوشنگی آوردمش. دیگر سر الان اومدم. باشه باشه. سر گیرت آوردم. گلا به انداز 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 گیرت آوردم. گل نمارو برم که بابا تو خجالت میکشی؟ تو خود زندگی نداری؟ زندگی داشتن تو خرابش کرد. داغونم کرد. من چیکار کردم؟ ندارم آقا. چیکار میخوای بکنی؟ ندارم. همین جذب تو دارم. من اومدم بگی منو ببر. من برم کن بابا. شورش در آورد. آدم فروش. برو بابا. نشین. بهش دستبند بزن. دستبندم کجا بود؟ یعنی سرباز دستبند نداره؟ بابا مگه اومدم اینو دستگیر کنم؟ اومدم دنبال پرونده این. چیه جناب سرهنگ؟ از کت گول افتادی؟ خجالت بکش مسعود. سرهنگ جای پدرته. سلام خاله. علیک سلام. مثل دو تا مرد بشینیم و هم حرف بزنیم. من حرفی با ایشون ندارم. فقط میخوام بپرسم که چرا داره یه ماه منو سر میدونه. حق با شما سرهنگ. بذار به حساب نداریش و جوونیش. مثل بلایی که سر من اومد گذاشتم به حساب خامیش و نداریش. حرف شما متین طلا خانم. ولی من باید این کلاهبردار رو ادبش کنم. بابا چه کلاهبرداری؟ خاله به جان معصومه از سر نداریه. جناب سرهنگ به خدا دستم تنگه. گرفتارم آخه. جناب سرهنگ یه لحظه. جناب سرهنگ من و مسعود سر سفره پدر مادر بزرگ شدیم. مسعود کلاهبردار نیست. زمونه این بلا رو سر ما آورده. این همه دارایی ماست. موتور مسعودم هست. طلاهای این بچه هم هست. اینا رو بگیر دیگه ما رو هم اذیت نکن. مسعود سرهنگو ببوس از دلش در بیار. بابا این چیزا که واسهش پول نمیشه تو. اونم به وقتش. سرهنگ شما طلب تو از من بگیر. ای بابا چیزی به سال طویل نمونده. خوشین روی همدیگه رو ماج کنیم بره پیکارش دیگه. ماج ماج ماج. من چیزی نمیدونم. برکن من. ای بابا. دمتون. اسماعیل پسرم اون قالی رو هم بتکن. طلا خانم دستنها که نمیتونن. و پس این پهلوان چی کار هست؟ ماشالله ماشالله. شما دیگه کتا بیاییم جرمون خطا کرده بگذاریم. Thank you.
آقا خدایی قبایی با مزه است فقط یه خونه سنگ زیاده یه شهرمنده دیگه خودم که دوشم آب موزایی که دوخ چی میخواد؟ من میخواد مسعود جان برو پیش اصحاب خونت خونه رو پس بده پول پیش خونه رو بگیر بیار بده به سرهنگ تا ایشاله با امید خدا سر و سامون بگیری نه نمیخوام بیشتر از این اسباب زحمتتون بشم این حرفا چیه مادر خونه خودته این دوتا گلم پیش من میمونن تو هم به کار کاسبیت میرسی تا ایشاله با امید خدا با هم دیگه کمک میکنیم به دیاتو میدیم بزن اون دست قشنگه رو برای طلا خانم میدونستم خونت واسه فامیل میجوشه فامیل رو ول کن حرف خودمه میگم هر جور حساب میکنم میبینم اگه اینجا بچه ها نباشن بهتره واسه چی؟ راستش بلکم حواس قرمه سبزی کردم یا مثلا فسنجون گرفتی که زنده زندگی میخواد میدونی که چی میگم عزیز جون سفره افسه نداری ماهی ما بذارم توش الهی من قربون تو برم راست میگی مولود جان مسعود مولود جانم آمان چی شده؟ مادر ما سفره افسه نچیدیم الان که 7-8 دقیقه بیشتر نمونده آخه حالا هرچی هست میچینیم هرچی هم مسعود نشد خب الان ببین یه چند تا چیز میتونی جور کنی بچینیم دیگه ما سیر دارم سیب و سکم که داریم میونه چی دیگه؟ خب سبزش چی؟ سبزش با من خب برو برو پس بچینیم برو راست دیگه بیمارستان بهت دادم آقا با همون تو دو عیسد چرا علیکم؟ ببخش چی میگه آقا این سکر همین ظرف خالیه تو جان سکر دست شما ای بدارم با همسرم صحبت میکنم بعد سکر بذارم پیش طلا خانم هم بله سلام برسنیم سلام میرسنیم بگو تشیزه بزا هم دیگه باشیم نگه موضوعی نمیشم سال تر خودتون اختیار برید چه چه میام این هم سبزی سفره افزینمون فقط یه خود صافکاری میخواد
کلاغ خانوم شاخ ما رو که چیکوندی. خدا وکیلی طلبکار دیگه هم هست. چطور مگه؟ آخه یه پژویی دمه در کشیک میکشه. با ما کار داره ولی طلبکار نیست. منم اینا رو گیره بردم. به به چه عالی. ولی بازم یه سینش کمه. جناب سرهنگ گذاشتیمش کنار سفره یه سینه. سرباز هم داری؟ نه سرباز نه. اسمایی سر... ببین سینی تو آشپزخونه است. روغن بادام شیرینم نمیخواد. بعضی کارا خود به خود روونه. برو دیگه. چای میخوریم؟ من یادم رفت میان داخل یه غم بیارم. یالا خوش سبز است. خوشگله دیگه. ما خودمو سبز داریم. بابا من بذار پایین. بابا من بذار پایین. جان جان. آنو چش. کجا میری بابا؟ دختر گلابه انا سال تحویل میشه همه باید دوره هم میشه. چند از سب کن؟ زود برمی گردی ها. باشه؟ درمانی نباشه. خیلی بده. خیلی بده. سلام سلامتی بود. ان شاء الله. ان شاء الله. زال گلی اینا سلام گلی.